ساعت 4:37 دیروز اعلام سرقتی در حوزه کرانترین ناجای خیابان شهید فکوری اتفاق میفته. سرقت خودرویی که داخل خودرو متاسفانه کودکی حدوداً 3 ساله رو داخل خودرو بوده. میشه توضیح بدی چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ خودتون؟ بعداش میشه گریه میگه پسنگ مخواسته 4:30 صبح آقا دیدو باده من جلو داروخونه پسنگ بیرم سرمام خود ماشین روشن گذاشتم جلو داروخونه یا داروخونه؟ جلو داروخونه رفتم جلو داروخونه برگشت میدم نیست ماشین رو بردن یهم تو ماشین تجیق میکشی دیگه بردن ماشین یهم صورت چه میجو توی شده چند سالشه؟ 3 سال بلافاصله به صدر اعلام کردن صدر پیگیرهایی لازم رو انجام داد. تیم‌های عملیاتی ما با دستور مستقیم شروع فعالیت کردن. قاعدتا ما یه طرح‌های مهاری رو در این زمینه داریم. شهرستان‌های مشهد مقدس بهشان آمادگی داده شد خروجی‌های مشهد رو کنترل بکنن. در کنار شهرستان‌های همجوار چناران، مشهد، نیشابور، فریمان، سرخس علاوه آمادگی و ابلاغ بستن مسیرها و مسئول کردن مسیرها صادر شد. در کنارش امداد اقدامات فنی توسط تیم‌های پلیسی صورت گرفت و پلیس آگاهی کلیه آورده خودش آورد. پاش چی شد آقا؟ منظوری که تو بیابون بچه درفته؟ بیابون بلش تو کوها بلش کرده بودن. در یک تعقیب و مراقبتی که صورت گرفت خب مسیرهای مختلفی رو مجرم طی کرد. اول به سمت فریمان رفت. در فریمان در نقاطی گزارش حضورش واصل شد. در نهایت ارسل بر خودش تنگ دید و لحظاتی پس تعقیب خود رو در کنار مسیر رها کرد و پیاده به سمت ارتفاعات و تپه ماهورایی که در مسیر بود فرار کردش. خب کامل تاول زده بچه، اینام خاک و ایناست، پابرنه بچه رو ول کرده. بله صورتش هم زدن دیگه، همجوری زده نمیدونم چیکار. صورتش هم آیره، آثار صورت ببینی، وای وای این بر گوشه صورت بچه زده، اصلا جای شقیقه زده زده تو صورتش متاسفانه. خوشبختانه همکاران ما موضوع رها نکردن، تعقیب پرداختن. در نهایت بعد از مدتی تعقیب مجرم بچه رو رها کرد و داخل بیابون. خب خدا رو شاکریم که بلافاصله این راهی ما رسیده بودن و نسبت پیدایش فرزند در خارج از مسیر در بیابون ها رها شده پیداش کردن در مسیر. بچه چند سالشه؟ 3 سالش. ماشین چی بود؟ 206. جلوی داروخانه گفتید شما وایساده بود. من گذاشتم 2 دقیقه نشد. گفت سرما می‌خورم ساعت 4:30 صبح سن اگه بخواست. گفتم کسی هم نبود، اصلا کسی دور من نبود. ماشین دیشاش بالا بود روشن گذاشتم. رفتم تو داروخانه هدفی دیدم جیغ کشید. نگاه کردم دیدم رفت. بعد داروخانه دوربینی چیزی نداشت بتونیم بگردیم ببینیم کی بوده؟ داروخانه دوربین داره. یعنی مشخص شد کی رفته تو ماشین نشسته؟ عکسی چیزی فیلمی چیزی داشتن؟ دنگ زدم مامورا اومدن از اون موقع دیگه تا همین الان دنبالش بودیم. بله از آب و برق الان بچه از تربت بوده شد تربت دیگه جام سربان نامدن لطف کردن پیدا شدن. الحمدلله با اشرافیتی که وجود داشت با هماهنگی فرمانده محترم نیشابور در نهایت مجرم هم مجرم اصلی شناسایی شد هویتش و در یک عملیات پلیسی موفق به دستگیری متهم شدیم. گوشی شما هم گفتن تو ماشین جا مونده بود به لطف خدا. بله بله. بله گوشی هم تو ماشین بوده دیگه. جناب سروان دیگه از اون موقع کل مشهد آماده باش بود. درسته. نه تنها مشهد بلکه کل استان بلافاصله این اتفاق افتاد. صدر در صورت تأکیدی دادن اوشهای مشهد که تر ماها رو زدن، کلیه کلانتریاشون که بسیج شدن، کل استان بسیج شدن، بچهای آگاهی، شهرستان، خود فرمانده انتظامی فریمان، تربت حیدریه، همه تو محور بودن که انشالله به لطف خدا دیدیم که این بچه صحیح و سالم پیدا شد. تلفونی که صحبت کردن گفته بود 1 تومن بده، من گفتم 1 میلیارد میگه. بعد دفعه دیگه گفتم هر چی میخواد بهش میدیم فقط بچه رو بیاره.
دفعه دوم که زنگ زد گفت 2 میلیون تومان منظورش بوده. تومان بله. دیگه چی گفت مشکل هر چی بخوای بهت میدم فقط بچه رو بیار. گفتم الان میارم چیزی که بخوشی میگه دیگه تا ماشین دیگه تو بیابونا بل کرده بود بچه‌ام بعد 1 کیلومتر بالاتر اینا بچه‌ام بل کرده بود. چرا دندون گرفتی به چرا اینجا شهر؟ قبول بشی دندون گرفتی رو جناب. بل چی بشه دندون گرفتی؟ ولش اصلا اسم صدا هم ضبط. فقط چرا دندون گرفتی به چرا بقیه رو ولش کن. ولش هم دادی باج نه کی قش بده. خودش دویده اونجا شهر. چرا دندون گرفتی اینجا؟ همین بود. من بغلم بوده. اینجش چرا دندون گرفتی؟ همین میخواد بهم بگم کار دیگه بده دو باشه. چی دندون گرفتی؟ همین ما بگو. خیلی یواش داشتم. گفتم گریه نکنه حالش میکردم. گفتم گریه نکنه من برنج بابا. این باشه هیچ چیز نکنه. برنج بابا دارم اون دور بزنیم با هم دیگه. بعد ماشین میاد پایین من یه اسان تو بشین. نمیشه اصلا. همین خیلی یواش بریم بشینم. موقعی که دور بیام شدن در قف کنم. روزی رو ماشه دارم در خود کنم خیلی نمیشه از ما بریم بشیم بچی بچیم دارم آقازی رو برم وزیرم بقل هم بودست نه رازی بقل هم بودست نه نکاتی که بارها ما خواهش کردیم از مردم عزیزم در هر ساعتی از شبانه روز وقتی میخوان از وسیله نقلیشون خارج بشن حتی برای لحظاتی سویج ماشین رو بردارن ماشین رو خاموش بکنن درها رو قفل بکنن اگر فرزندی هم شبیه فرزند عزیزی که از این خانواده داخل خود رو بود با خودشون ببرن نگذارن تجربه تلخی رو ما داریم از حوادث مشابهی که در سایر جاها اتفاق افتاده نگران بودیم خدا رو شاکر این برحال با پیگیری و بسیج ده ها تیم عملیاتی پلیس کار نتیجه داد به چی که نمیتونه حرف بزنه به چه نمیتونه حرف بزنه پاهاشی که اینقدر شده الان مخواسته بیتون مترسیده بیتون گفته بابا بیا هیچی نیست آدم رو با حرفه ای و اینها نبودن قاعدتاً دیگه نبوده چون اگه اینطوری بود خواستهاش طوری دیگه این مطرح میکرد و نهایت به این وضعیت اصلا ماجرا و این اتفاق صورت نمیگرفت خواستهاش مشخصه که حرفه ای نیست وقتی که درخواست 1 میلیون تومان بکنه و نوع مکالمه‌ای هم که داشت مشخص بود که یا باید از این افراد معلوم الحال معتاد باشه یا از این کارت و خواب و بلگرده